یک فرد مسلمان باید آزادی خواه باشه، یک فرد مسلمان باید عدالت خواه باشه، یک فرد مسلمان صدای عدالت و آزادی را بلند کنه. ذلت و خاری نه. همون قولی که به عمر رضی الله تعالی عنه نسبت داده میشه که ایشان میگه که برای برخی از والیان خود نامه میفرسته و میگه که شما چرا مردم را به بردگی میگیرید در حالی که مادرانشان اونها را آزاد به دنیا آوردند؟ اسلام دین آزادیه، دین استقلاله، دینیه که تو باید تو به عنوان یک مسلمان عدالت خواه باشی، صدای عدالت بلند بکنی، صدای آزادی بلند بکنی، ترس و هراس را بگذار کنار، نه ظالم باش نه مظلوم باش، بر کس ظلم نکن و ظلم دیگران را هم بر خود تحمیل نکن و روا ندار. یک انسان آزاد باش، یک انسان مستقل باش، از دینت، از باورت، از سرزمینت، از ارزشهایت دفاع بکن. یکی یک انسان خوب برده ای، هر کس هر کاری انجام داد، نه خیر باشه، مشکلی نیست، باشه، اینها هر کار دلشان میخواه انجام بده، نه این گونه نیست. یک انسان مسلمان یک انسان حماسیه، یک انسانیه که از حق خود دفاع میکنه، نه ظالم میشه و نه هم مظلوم. در اسلام نه ظالم بودن درسته و نه هم مظلوم بودن. انسان باید ظلم را از خود برطرف بکنه و بر کس ظلم روا نداره، بلکه اسلام آمده برای برچیدن ظلم، و هر جایی که بر دیگران ظلم میشه ما باید جلو دست ظالم را بگیریم. همون حدیث پیامبر علیه السلام، انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادرت را ظالم هست و یا مظلوم است یاری بکن. سوال میشه که خب اگر برادرم مظلوم باشه او را یاری میکنم، اما ظالم را چگونه یاری بکنم؟ ظالم را اینگونه یاری میکنی که دستش را از ظلم میگیری، دستش را از ظلم کوتاه میکنی، اجازه نمیدی برای ظالم که ظلم بکنه. یک انسان مسلمان باید اینگونه باشه، یک انسان بی توجه، یک انسان بی احساس، یک انسان بی مسئولیت، یک انسانی که به هیچ کار کسی کار نداشته باشه. بله ما برای ظالم کار داریم، برای طاغی کار داریم، برای تواغیت کار داریم، برای طغیانکران و کسانی که طغیان کرده اند برایشان کار داریم، چرا کار نداشته باشیم؟ زیرا دامن ظلمشان چنان گسترده میشه که ما را هم دربر میگیره، ما را هم فرا میگیره، و از طرف دیگر دامن ظلمشان گسترده شده، برادران و خواهران و مسلمان ما را دربر گرفته. ما باید تماشاگر باشیم؟ باید سکوت بکنیم؟ تماشا بکنیم؟ دوستان عزیز، اندکی بیداری در کار است، کمی توجه به کار است.